What's up guys من خوش اومدید امیدوارم حال همتون خوب باشه بچه امروز میخوایم راجع به دیباف و باف توی اکسی ها بهتون توضیح بدم اصلا چیه چه قابلیت یه این علامت هایی که میاد بالای عکسیتون توی فایت ها چیه چی کار میکنه چه نکاتی رو توی انتخاب اکسی پیور باید انتخاب کنیم چه اکسی هایی رو باید بخریم یکم بیشتر راجع بهشون میخوام بهتون بگم که توی خرید اکسی ها بتونید عکسی که بهتر هست رو انتخاب کنید صرفا نرید دنبال عکسی که حالا کارتش چون دمیج مثلا بالاتری داره یعنی بهتر اصلا اینجوری نیست بچه این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید اگر شما هم چیزی میدونید که کمک میکنه به بالا رفتن دانش و اطلاعات ما و جو حتما توی کامنت ها بگید ازتون تشکر میکنم از همینجا دوستتون دارم حتما کانال من سابسکرایب کنید لایک و کامنت یادتون نره کامنت باشه چون اگر فارسی بنویسید یوتیوب قبول نمیکنه و من نمیتونم بهشون جواب بدم دوستتون دارم دوستتون دارم به ویدیو خب بعد بریم سراغ مارکت اکسی ها. من یه عکسی ها همینطوری براتون باز میکنم بعد قسمت استت هر عکسی رو که ببینین از چهار تا قسمت تشکیل شده چهار تا آیتم توشه یکی هیلشه یکی اسپیدشه یکی اسکیلی که مورال خیلی ها نمیدونن اصلا اینا چیه بچه مورال هر عکسی اگر بالا باشه این عدد یعنی احتمال اینکه این عکسی علاوه بر اون دمیجی که میزنه اون دمیجی که داره وارد میکنه اون دمیجش کریتیکال بشه کریتیکال یعنی چی؟ یعنی اگر من یه کارتی دارم مثلا 100 تا دمیج مثلا میزنه شاید اون کارت صدی من سه برابر بیشتر دمیج بده یا دو برابر بیشتر دمیج بده یعنی یه دمیج مازادی رو وارد کنه به اون میگن یعنی کریتیکال مثلا توی عکسی ها حالا نجاد 20 بالاترین مورال داره که مرال 61 هست اینا بالاتریناش عدداشون در واقع 61 هر کدوم مثلا بالاتر باشه این نشون میده که مثلا خلوص اون عکسی هم بالا هستش مثلا توی نژاد 20 مورال 61 یعنی اون در واقع عکسی احتمال اینکه کریتیکال بکشه خیلی بالاست توی در واقع فایت که میتونه بده پس این شد راجع مورال که مستقیم ربط داره به کریتیکال کشیدن عکسیاتون اسکیل چیه بچه, بچه بچه اسکیل اگه شما یه سری کارت کمبو داشته باشین این کارت های کمبو اگه کنار هم باشن و اسکیل شما عدد بالایی باشه احتمالا اینکه دمیج بیشتری بزنه بالاتر میره پس این شد از اسکیلتون اسپید چیه؟ بچه دیدید یه سری از در واقع حالا فایت هایی که میرید تو آرنا مثلا نوبت شماست شما فکر میکنید الان شما باید کارت بریزید ولی Uh, مثلا همیشه تیم مقابل داره زودتر کارت میریزه این به خاطر اینه که عکسی که حالا اون شخص داره معمولا هم آکواتیک یا برد در واقع اسپیدهای بالایی دارن برد از همه اسپیدش بالاتر 61 آکوا هم 56 57 از کارت در واقع اکسی خوبش uh, اگر اسپید هر عکسی بالاتر باشه توی فایت اول اون عکسی فایت میندازه یعنی شروع یک در واقع راند اون عکسیه که در واقع کارتا رو اول میریزه این به صورت رندوم نیست بچا این دقیقا برمیگرده به اسپید عکسی شما یعنی اگر مثلا اسپید عکسی شما 61 هست مطمئن باشید شما اول کارت میریزید نه حریفتون پس توی در واقع برد و آکواتیک آکواتیکی که دارید انتخاب میکنید حتما به اسپید توجه کنید و یه نکته دیگه هم راجع به اسپید هست عکسیهایی که اسپیدشون بالاست احتمال اینکه دمیج کریتیکال بخورن یه مقدار کمتر از در واقع سایه هست پس این شد اسپید ها خیلی لایت مهمیه مخصوصا توی آرنا اصلا میتونه در واقع نتیجه رو برعکس کنه آکواتیک به خاطر اینه که زیاد در واقع پیک میشه چرا؟ چون یه سری از کارتا که در واقع توی آکواتیک هست اسپید رو میدوزده یا در واقع به آکواتیکتون اسپید میده شما اون کارتو که میندازید آکواتیک شما اسپیدش برای دو تا راند مثلا بیشتر میشه مثلا اگر چه میدونم یه آکواتیک دارید که مثلا 50 هفته دو اون کارت رو بندازید یهو دیدید مثلا زودتر از بردم شاید تونستید حالا اتک بدید پس اسپید برای ما خیلی مهمه بچا گزینه بعدی هم هلس هلس هم توی در واقع نژاد پلنت حالا این پلنت ما اینجا مثلا هیلش 59 ماکسیممش گفتم به تو این 61 هستن اگر در واقع 61 باشه یعنی ماکسیموم هلسیه که میتونه اون پلنت داشته باشه معمولا پلنت هایی که حالا 61 هستن هیلشون معمولا پیورتر خالصتر و از نظر هزینه و اینا گرونتر میشه براتون باید هزینه بیشتری بده تو تا بتون اون پلنت رو خریداری کنید پس بچه ها حتما این تا استت رو دقت کنید بهش توی انتخاب اکسیاتون چون اگه به اینا توجه نکنید توی آرنا خیلی میتونه به ضررتون تمام شه همینطوری عکسیاتون رو انتخاب نکنید این چارتا رو حتما توجه کنید مراد توی 20 اسکیل توی حالا همه نژادا تقریبا میتونید بهش توجه کنید که عدد بهتری باشه برای اسپید توی آکواتیک و در واقع برد بهش توجه کنین و هیل هم که توی پلنت و داسک در واقع میتونید بهش توجه کنید رپتایل هم هیل بالایی داره ولی معمولا اجازه رپتایل اسپید خیلی بالایی به اون صورت نداره مورالش هم تقریبا این چیز متوسط هست اسکیلش هم بیذاره در واقع متوسطه رپتایل و داسک و پلن تقریبا میشه گفت یه حالت تانکتوری یا هیل بالا دارن ولی خب مثلا رپتایل یه سری کارتایی داره که میتونه حتی مثلا جلوی آکواتیک وایس و آکواتیک رو خیلی اذیت کنه اینا میدونم ضد و نقیزه هم میتونم باشن خیلی از جا خب بریم سراغ نکته بعدی که میخوام بهتون بگم بچه ها یه قسمتی توی سایت اکسیزون هست من قبلا این سایت رو بهتون در واقع داده بودم تو قسمت گایدش که بریم یه قسمت باف و دیباف داریم باف و دیباف چیه بچه ها؟ Uh, یه سری قابلیت ها روی عکسی های شما اعمال میشه یا یعنی حالا ابیلیتی میتونید بهش بگید بالای سر عکسی هاتون گاهی اوقات این شکلک ها رو میبینید بچه به اینا میگن باف یا دیباف اگر اون در واقع قابلیت به سود عکسی باشه یعنی در واقع به عکسی شما کمک کنه بهش میگن باف اگر به ضرر عکسیتون باشه یعنی باعث شده که عکسی شما ضعیفتر بشه اون ران بهش میگن دیباف که تعداد دیباف ها از باف ها خیلی بیشتره ما سه تا کلا باف داریم یکی باف در واقع اتکاب هست که در واقع قدرت حمله شما رو 20 درصد افزایش میده اگه در واقع اتک آب بشید بعضی از این کارت ها در واقع حالا کارت که موجود هست حالا برای همه نجات این در واقع قدرت اتک آب رو به عکسی شما اضافه میکنه یه دونه در واقع مورال آپ داریم مورال هم که بهتون گفتم احتمال اینکه شما در واقع درصد کریتیکال کشیدنتون مثلا بیشتر بشه اگه مورالتون بره بالا خب بالاتر میره که این اگه در واقع مورال آپ داشته باشیم بالا سر عکستون بیاد اون ران در واقع 20 درصد این احتمال بیشتر میشه اسپید آپ هم که بهتون گفتم خیلی از کارتا هستش که اسپیدو میبره بالا اگه اسپیدتون بره بالاتر خب زودتر اتک میدید این میاد در واقع برای راند بعدی اسپید در واقع سرعت شما رو 20 درصد افزایش میده پس اینا شده از باف های ما کلا سه تا باف داشتیم پس و باف در واقع قابلیتی بود که به سود عکسی شما بود دی باف ها هم قابلیت های بودن که به ضرر عکسی شما بودن بچه اولین قابلیت که من خودم یکی از کارتام داشتش قبلا دقیقا دقیقاً چیکار میکنه الان کاملا متوجه شدم Uh, همون در واقع کارت اگی هست که شما دارین بهش میاد آروما شما وقتی کارت اگتون رو میندازید uh, حالا توی عکسی هم فکر کنم یه تخم مرغ شکسته است که روی این کله اکسی هست اگه عکسی تو اینو داره شما این قابلیت رو حتما دارید آروما چیکار میکنه شما وقتی آروما رو میندازین توی اون راندی که دارین اتک میدین اگه شما آروما رو بندازید تمام کارتایی که حریف میزنه به اون عکسی در واقع میخوره که کارت آروما رو انداخته یعنی قابلیت آروما روش فعال شده اون کارت اگو انداخته یعنی شما اگر این کارت رو بندازید تمام اتک های بعد از انداختن این در واقع کارت به سمت عکسی شما در واقع جذب میشه یعنی عکسی شما فقط کتک میخوره اون وسط قابلیت بعدی اتک دان هست که میگه در واقع قدرت اتک شما رو 20 درصد کم میکنه اگه بیفته روتون خب بد هستش قابلیت بعدی چیله که در واقع لست استند رو از شما میگیره شما نمیتونید وارد لست استند بشید بچه این چیل در واقع خیلی اوقات رو سر خیلیاتون میفته شما مثلا شاید متوجه نشده باشید تا حالا چیه لستستن استند دیدید وقتی عکسیتون میمیره میره توی مثلا حالت یه آتیشی دورش میاد یه چند تا حالا اون بالا خونه براش پر میشه اونو بهش میگن لستستن وقتی چیل روی شما باشه شما عملا لستستن ندارید یعنی اگه جونتون تمام شه شیل هم نداشته باشید عملا میمیرید دیگه وارد لست نمیتونید بشید فیر چیه Uh, وقتی فیر روتون بیفته شما راند بعد اتکی که همون راند در واقع اگه فیر روتون باشه اتکتون میس میشه دیدید مثلا میخواید برید عکسی طرف رو بزنید اتکتون میس میشه این به خاطر اینکه روتون فیر بوده یعنی حریف یه کارتی داشته که ابیلیتی فیر رو روی شما فعال کرده و شما نمیتونید بهش اتک بدید uh, و بعدی فرگیل هستش که شیلد شما در واقع برای اتک بعدی دو برابر دمج میخوره اگه این روتون در واقع باشه قابلیت بعدی جینکس که در واقع شما نمیتونید اه اه توی در واقع دست بعدی راند بعدی اتک کریتیکال بدین اون عکسی نمیتونه اتک کریتیکال بده لتال اگه روتون باشه حتما دمجی که میخورید کریتیکال میشه نوشته خودش next hit against affected axis critical یعنی اگر شما این علامت رو سر عکستون دیدید بدونید که قراره یه دمیج کریتیکالی بخورید مورال دان هم که خب مشخص 20 درصد از قابلیت مورالتون کم میکنه مورال هم که بهتون گفتم یعنی اگر مثلا عکستون اعتماد میدادید که این دست میخواد کریتیکال بکشه اگه این روتون باشه خب میدونید که اعتمادش خب خیلی کم میشه پویزن Uh, که خیلی جایدن داره استفاده میشه توی در آرنا uh, این در دیبافی هست که اگه روی سر شما باشه به ازای هر حرکتی که شما انجام بدین تا زمانی که این از بین نره دوتا تا HP از شما کم میکنه دیدید گاهی مثلا روی سه تا از عکسیه طرف پویزن uh, هست بعد مثلا uh, میاد در حریف به شما به یه دونه از عکسیاتون اتک میده ولی چون مثلا پویزن روی سه،, سه تا اکسی شما هست از هیل در واقع دو تا شما هم کم میشه یکی از دیباف هایی که خیلی استفاده میشه جایدن تو آرنا و میتونه نتیجه رو عوض کنه اگر روتون اسلیپ باشه شما هر چه قدم شیل داشته باشین انگار هیچی ندارید و مستقیما از جونتون کم میشه اینجا نوشته next incoming attack ignores shield یعنی اصلا شیل دیگه جد معنی نداره speed down. سرعت شما رو کم میکنه اگه این بالای سرتون باشه اگر شما مثلا میخواستید اتک بدید اول اگه همچین ابیلیتی برای شما در عکسی شما فعال بشه شما 20 درصد از اسپیدتون کم میشه استنج که خب این شکله عزیزمون هست که حالا زیادم قشنگ نیست خیلی اوقات هم سر خیلی هم میفته ده 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 یه حالت گیجی هست یعنی اگه مثلا قرار بوده اکسیتون بره یه عکسی مشخصی رو اتک بده مثلا کارت فست تارگت استفاده کرده قرار بوده بره مثلا آخری اون اکسی تهیه رو بزنه مثلا برد تیم حریف رو میخواستید برید بزنید ولی این رو اگه روی سرتون باشه دیگه میره رندوم اتک میده یعنی تارگتش رو گم میکنه یه حالت گیجی داره تا زمانی که این از در واقع رو سرش حذف شه استان هم یکی از کارهایی که میکنه و خیلی جا دیدید اون اتکی که میخواید بدید قطعا میس میشه دیدید گاهی اوقات باگ به شما در واقع حمله میکنه یه قابلیت استان رو سر شما در واقع اوکی یه قابلیت استان رو سر شما فعال میشه اگه در قرانده بعد شما اتک بید اولین اتک شما میس میخوره حالا هر چی میخواد باشه اون اتکتون اگه این استان روی سرتون باشه تا زمانی که این از بین بره و اتک بعدیتون قبول شد بچه ها حتما به این دیبافا و بافا توجه کنین میتونه نتیجه بازی رو کاملا توی آرنا عوض کنه و کارتهایی رو انتخاب کنید که از این قابلیت ها استفاده کنن خیلیاتون میپرسید خب خیلی کارت هست ما کجا مثلا این کارت رو چیز کنیم پیدا کنیم یا مثلا بچینیم کنارم هم بچه یه سایتی هست دات کام. لما به نام اینجا من بهتون نشون میدم و اگه خواستید میتونید برید اینجا و از این سایت استفاده کنین داخل این سایت که بیاین تمام کارت ها از همه نژادا اینجا هست و شما میتونید خیلی راحت اسم اون کارتی رو که میخوایم برداریم مثلا به فرض من میخوام که حتما عکسی مثلا آکوه من این کارت رو داشته باش خیلی راحت میام اینجا اولا که نجات هم میزنم رو آکواتیک بعد توی پارت اسم این پارتی حالا کارت رو انتخاب میکنم تمام عکسی که اینجا میاره باید این کارت رو داشته باشه حالا من دوتا رو به عنوان مثال براتون باز میکنم اگه نت عزیزم همیاری کنه خدا این اینقدر سرعت اینترنت کم شده ببینید مثلا دقیقا این کارت رو دار یا مثلا این یکی باز این کارت رو دار شما تا چهار تا در واقع پارت میتونید اینجا انتخاب کنید یا مثلا میگید من میخوام کارت دوم حتما اینم داشته باشه کافیه بیارید اینجا این انتخاب کنید و عکسی که میاره کم در واقع, واقع کاستومایزشون بیشتر شده و الان اون دوتا کارتی که شما میخواین رو حتما این دوتا دارن من اینو زده بودم اگر اشتباه نزده باشم نه من چقدر استار رو زدم اینه مثل این نمیستن که جالبه اینو اشتباه داره به من نشون میده بزرد من درصد پیوره اینم بذارم بالا که این اکسیه اگه درصد پایینه بهتون نشون نده بچه ببین این پیورنس هم حتما اگه میخواید اکسی پیور بگیرید روی 5 یا 6 بذارین که عکس پیور رو فقط بهتون نشون بده مثلا یکی از اکسی هستش حالا کارت در واقع شول استار ما رو هم دار و عکس پیور هم هست شارت کارتش آبیه هر شارت هم مال نژاد خودشه بادی پارتش هم که همش مال آکوها هست و یکی از در واقع خوب برای نژاد آکوا میتونه باشه این هم بود از در واقع نکته ای که میخواستم در مورد انتخاب کارتا بهتون بگم که خیلیاتون گیت شده بودید که چه کارتی رو باید انتخاب کنید باید و یه میبینید توی آرنا بچا یه سری ترکیبات جلوتون میفته که خیلی خوبه اوکی کارت حریف رو حتما نگاه کنید ببینید چه کارتی داره و اگه خواستید در آینده اکسیتون رو عوض کنید یا عکسی بهتری بگیرید یا عکسی بگیرید که حتما اون کارت رو داشته باشه میتونید از این در واقع سایت و در اوقات تولزایی که داره استفاده کنید امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه اگه مطلب دیگه ای هست سوالی دارین حتما توی کامنت ها ازم بپرسید اگه نکته خودتون بهش پی بردید که میتونه کمک کنه بچه که دارن اکسی پلی میدن حتما توی کامنت ها بنویسید چند سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی پیس